قضاوت این مسابقه بر عهده آقای کوپال ناظمی هست که آقایان حسن ظهیری و تورج ایوز محمدی او رو در امر قضاوت یاری میکنن. ویلیام مینبلا، احسان حاج‌صفی و مهدی تیکتری 11 بازیکن گلچین آقای مصطفی دنیزلی برای تراکتور هستند. در همین ابتدای آغاز لیگ برتر به ردای بالای جدول میاد، موقعیت هست. مینبلا یه پاس رو به جلو، یه ضربه نه چندان خوب از کیوین فورچن. قاسم حدادی فر استاد این گونه ضربات هست، حالا ضربه رو روی زمین میزنه و خیلی راحت در اختیار رشید مظاهری قرار میگیره. یه فرصت خوبه دیگه از حاج‌صفی، روی زمین میزنه توپ رو روی پای تخصصی خودش و همین دلیل راه نمیکنن بازیکنان این توپ رو داخل محوطه جریمه. یرسول میاد روی دروازه و ضربه سری که در تیر یک زده میشه و به بیرون میره. قاسم حدادی فر میفرسته روی دروازه، یک ضربه سر خطرناک از هادی محمدی. حدادی فر پشت توپ قرار گرفته، میفرسته توپ رو روی دروازه، موقعیت هست اونجا، یه برخورد به وجود میاد، یه ضربه و توپی که حالا از بالای دروازه عبور میکنه و به بیرون میره. بوهمدان میزنه توپ رو، ضربهش محکم بود و بی‌دقت پازش میگیره. دوباره خود حدادی فر، یک و دو موفق، فرصت برای عباسی. عباسی حرکت آغاز کرد، فرصت، موقعیت برای باز شدن دروازه. پرتاب انجام میشه روی دروازه، از هم عبور میکنه، موقعیت برای ضربه زنی و شوت سرکشی که حمید بوهمدان میزنه. عالی، درخشان با پاچ میفرسته توپ رو، فرصت خوبی هست. همین نگاه به این توپ، دو تعویض هم میخواد تراکتور انجام بده. دیگه بازیکن نمیتونه تو دیوار دفاعی بره. حبیب زاده برای چندمی بار متوالی زوبانی صاحب کورنر شدن. حالا به شکل پاس میتونه ارسال وسیل ابراهیم زاده انجام بشه، دوباره ارسال بلند توپ، نژاد مهدی یه بار دیگه، موقعیت برای باز شدن دروازه. قیچی برگردونه، عالی از منظمی که واقعا منظم و خوب کار کرده در خط حمله زوباهن. همه بازیکنان تراکتور جلو کشیدن، توپ میاد روی دروازه، خطرناک است و روی طاق دروازه بهزادی فرود میاد. بازیکن میاد به استقبال سوگیتا، عبور میکنه، میفرسته روی دروازه، خطرناک است. تو بر میگرده، حالا میتونه یه ضد حمله برای زوبانیا اتفاق بیفته که توپ دوباره میاد دست تیم تراکتور. موقعیت شجاعی، کار گره میخوره، توپ میاد روی دروازه، یه فرصت عالی، چجوری عرض دروازه رو طی کرد. موقعیت برای تراکتوری ها، موقعیت و توپی که میگیره بهزادی.